سلام دوستان خب ما با دوره الگوریتم سیمپلکس با شما هستیم در اینجا میخوایم اول یه مقدمه رو در مخصوص الگوریتم سیمپلکس ارائه بدیم و در واقع روی کرد این الگوریتم رو بشناسیم الگوریتم سیمپلکس همونطور که اینجا هم نوشته شده در سال 1947 الان اگه سال 2018 باشیم شروع 2018 هستیم تقریبا میشه پنجاه و سه, سه، و یک سال پیش هفتاد یک سال پیش از الان این الگوریتم توسط آقای دانسینگ طراحی شده چرا هنوز ما داریم این رو بررسی میکنیم الگوریتمی که واسه هفتاد یک سال پیشه و خیلی وقت از اون گذشته با توجه توسعه کامپیوتر و پیشرفت علم ما هنوز از الگوریتمی رو داریم درس میدیم و کار میکنیم و بررسی میکنیم که واسه 7 یک سال پیشه آیا کاربرد داره باید بگم که بله چرا این الگوریتم یک روش بسیار مناسب واسه حل کردن مسائل خطی هستش همونطور که گفتم هنوز که هنوز ما خیلی از مدلایی که تهیه میکنیم به صورت خطی هن. شاید از سیمپلکس دیگه اونقدر مثلا استفاده نکنیم ولی اگه مدلمون خطی بود صد درصد از سیمپلکس داریم استفاده میکنیم به خاطر اینکه نه تنها جواب دقیق رو داره به ما میده جواب بهینه رو کامل پیدا میکنه بلکه اونو به سرعت خیلی مناسبی رو هم پیدا میکنه طوری بوده که تو اون مورد تو اون سال که کامپیوتر نبوده با دست اون رو حل میکردن پس یه الگوریتم خیلی خیلی مناسبی هستش و ما الان حالا تو اون موقع شاید مدلی که تهیه شده اونقدر بزرگ نبوده ولی الان امروزه ما مدل های خیلی بزرگی رو باش حل میکنیم توسط کامپیوتر که حتما تو این دوره میبینیم اینا خب اما الگوریتم سیمپلکس چی داره به ما میگه نا کنین یادتون هست ما تو دوره قبلی که در خصوص مدل سازی ریاضی صحبت میکردیم اومدیم یک مدلی رو طراحی بعد گفتیم اوکی ما مدلمون ما اگر دو بود داشته باشه یعنی x1 و x2 رو داشته باشیم میتونیم اون رو از طریق شکل حل کنیم اما اگر به سه بود برسه سختتر میشه یعنی در واقع باز هم امکان پذیر شاید نباشه از طریق ما که بکشیم سه بودی بعد حلش بکنیم خب دو بودی رو میتونیم با دست بکشیم ولی سه بودی رو نه خیلی سخته ولی اگر دو بود باشه ما میتونیم اون رو ترسیم بکنیم و از طریق ترسیم حلش بکنیم حالا اینجا ما میخوایم اول یه دو بودی رو نگاه کنیم که ببینیم رویکرد سیمپلکس واسه حل اون چطور بود اگر خاطرتون باشه ما موقعی که میخواستیم حل کنیم تا به هدف رو از یه جای شروع میکردیم به صورت موازی میرفتیم میدیدیم به کجا ماکسیموم رسیده و اون رو مثلا به عنوان جواب بهینه در نظر میگرفتیم یا یه روشیمون این بود یا یه روشمون زد رو باسه تمام نقاط ای حساب میکردیم یعنی چند تا مورد اونایی که افیشینت هستن دیگه پنج مورد رو حساب میکردیم و بعد باسه این زدایی که حساب کردیم مقایسه میکردیم کدوم بزرگتره یعنی همه موارد رو در نظر گرفته بودیم دیگه و اومدیم مقایسه کردیم و گفتیم اونو که بزرگتره خب بهین است و گفتیم که جواب بهینه اگر وجود داشته باشه حتما یک کدوم از این نقاط بهینه هستش در صورتی که ماکسیمایز باشه بزرگترین هست دیگه خب حالا ببینیم الگوریتم سیمپلکس چه روشی رو پیشنهاد میکنه چرا من میام من از الگوریتم سیمپلکس استفاده میکنم یک دنیل اینه که وقتی که مسئله من بزرگتر میشه من نمیتونم اون از طریق هندسی حل کنم باید یه روشی رو داشته باشم واسه حل کردنش خب دو تعداد نقاطی که موجود هست می‌بینید الان 5 نقطه فقط اینجا واسه یه مسئله دو بودی وجود داره که باید بررسی کنم یه مسئله خیلی کوچیک پنج دونه داره تعداد نقاط باید نقاطی که باید بررسی بشن زیاده زیاد که چرس کنم بسیار بسیار زیاده خب تعداد نقاطی که باید بررسی بشن خیلی زیاد میشه و من نمیتونم بیام همشون رو حساب بکنم و یک متدولوژی داشته باشم یک رویه ای داشته باشم که بتونم کمترین مقدار ممکن رو حساب بکنم خب و در نهایت من الگوریتم وقتی که میخواد این کار رو انجام بده یا اینکه مثلا نقطه بینه رو حساب بکنم این الگوریتم برای مدل های مختلف هم پاسخ باش خب یعنی منظور من چجوریه من الان از الگوریتم سیمپلکس تعداد بسیار زیادی از مسائل رو حل میکنم یک روشی هستش که اگر خطی بود میرم سراغ سیمپلکس خب بعد مثلا اگر چیز بود عدد صحیح بودش صفر یک بودش میرم سراغ یه الگوریتم به نام شاخ و برگ اگر همه اینا نبود اصلا میرم دنبال الگوریتم ژنتیک واسه حل کردنش الگوریتم سیمپل هم به همین شیوه این دلیل یکی از دلیل هست که مثلا خیلی معروف شده من هر مسئله خطی که داشته باشم و جواب بهینه بتونم داشته باشم میتونم با سیمپلکس حلش کنم خب یکی دیگه هم این که من شاید مدل های خطی زیادی رو در حال حاضر تو دنیا واقعیم نداشته باشم اما یه دید بسیار مناسبی رو به من میده الگوریتم سیمپل اکس. دید مناسبی رو به من میده که من میتونم مدل های بالاتر رو غیر خطی فازی هر چیزی مدل پیچیده رو بر اساس اون دیدگاه ببرم جلو مثلا خیلی هاتون در مورد الگوریتم ژنتیک شاید شنیده باشین الان خیلی زوده من در مورد الگوریتم ژنتیک صحبت کنم اما این دید الگوریتمی سیمپلکس یه قدرت خوبی رو به ما میده که وقتی ما ژنتیک رو یاد گرفتیم به راحتی بتونیم اون رو هم اعمال بکنیم و مدلامون رو از طریق اون حل بکنیم پس باید بیس رو یاد بگیریم حالا توی اینجا ما توی این دوره میایم این الگوریتم سیمپلکس رو یاد میگیریم اوکی یه مقدار هم مجبوریم دستی هم انجام بدیم چرا وقتی که کامپیوتر وجود داره امروزه من میام روش های این که حل دستی سیمپلکس رو هم یاد میگیرم خب به خاطر اینکه درک بکنم واقعا پشت اون چه محاسباتی داره انجام میشه تا بتونم الگوریتم رو, رو کد کنم تا شما درک مناسبی از الگوریتم نداشته باشین نمیتونین اون رو تبدیل به یک برنامه کامپیوتری کنین پس من روی سیمپلکس باید ببینم پشتش چی میگذره باید اون رو به صورت دستی حل بکنم که ببینم محاسباتش دقیقا چطوره بعد اون رو تبدیل به کد کنم و بتونم مدل باش حل بکنم و تا بعد از اون بتونم پیشرفتش تازه بدم یعنی حالا ژنتیک اینا رو یاد بگیرم و برم پیشرفتش بدم اینا که بتونم توی این حوزه فعالیت کامل و دقیقی رو انجام بدم شاید من به اینجا برسم میتونم یه سری فعالیت عملی رو انجام بدم اما باسه اینکه من بتونم واقعا توی این دنیای عملی از مدل سازی ریاضی استفاده کنم باید ابتکار عمل داشته باشم توی الگوریتم همونطور که یادتون باشه من مدل سازی که گفته بودم تو دوره قبلی گفتم یه کاری هست که بر اساس تجربه انجام میشه و یک روش به خصوص واسه اون وجود نداره واسه هر مدلی هم یک الگوریتم میتونیم توسعه بدیم یعنی همه همه که با سیمپلکس سیمپلکس حل میشن که من یه الگوریتم مخصوص این مدل رو دارم که فقط این رو حل میکنه خب و این الگوریتم الگوریتم ابتکاری من این رو مدل رو نسبت به الگوریتم دیگه خیلی سریعتر حل میکنه به جواب دقیق تری میرسه و جواب بهتری رو به من ارائه میده و خیلی موارد دیگه پس ما لازمه که این موارد ابتدایی رو حتما با هم دیگه کار بکنیم و یاد بگیریم خب این از دلایلی که من باید الگوریتم سیمپلکس رو یاد بگیرم حالا توی اینجا میخوایم روی سیمپلکس رو نگاه کنیم قبل از اینکه وارد روی سیمپلکس بشیم این مدل خطی رو در نظر بگیریم من میخوام ماکسیموم مقدار z مساوی 3x به اضافه 5x2 رو حساب کنم با توجه به محدودیت اینکه x1 که من بعد کوچیکتر مساوی 4 باشه 2 تا x2 من کوچیکتر از مساوی 12 باشه و 3x1 به اضافه x2 کوچکتر مساوی 18 باشه و x1 و x2 من بزرگتر از صفر باشه پس اول میایم اون رو ترسیم میکنیم این فضای جواب من حالا روی این فضای جواب z این تاب کجا ماکسیموم میشه این رو میخوایم پیدا کنیم با هم دیگه یکی اینکه اگر خاطرتون باشه ما گفتیم اگر جواب وجود داشته روی نقاط گوشه ای هست روی نقاط رأسی هست به این نقطه ای که به این نقاطی ای که در تقاطع محدودیت ها قرار دارن خب یکی هم اینجاست در تقاطع محدودیت ها قرار دارن میگن نقطه گوشه خب نقطه گوشه ای این متغیر داریم ما اینجا الان دو متغیر داریم دیگه اینا حواسمون باشه خب در تقاطع این محدودیت وجود داره یعنی اگر من دو بودیه مثلا باید دو تا محدودیت تقاطع کنن که بگم چی این نقطه گوشه ایه. مثل اینجا که الان دو تا نقطه تقاطع کردن خب به این نقطه میگیم یه نقطه گوشه یا رسی، این از لحاظ دیدگاه ریاضی من اگر یه نقطه گوشه میگم یا رسی میگم نقطه پایه هم میتونیم بگیم از لحاظ جبری رو اعلام میکنن چون من اینجا دارم هندسی حساب میکنم بررسی میکنم رسی میگم گوشه ای میگم بهش اما وقتی تعداد بود من زیاد میشه و نمیتونم دیگه بر اساس هندسی صحبت بکنم بهشون پایه نقاط پایه میگم. جلوتر تو الگوریتم سیمپلکس با نقاط پایه زیاد کار داریم خب بزنیم من اینا رو پاک کنم بعد اگر این نکته هم در نظر داشته باشیم اگر یک نقطه خب اگر یک, خب یک این این اگر یک نقطه گوشه ای رو در نظر بگیریم مثل این خب یه نقطه گوشه رو در نظر بگیریم مثل این این نقطه گوشه گفتیم روی ان تا محدودیت وجود داره اگر یه نقطه گوشه دیگه ای هم در نظر بگیریم مثل این که روی ان تا محدودیت یعنی دو تا محدودیت وجود داره اگر n منهای یکی یعنی الان اینجا چون n منهای یک میشه یک دیگه مساوی یک اگر روی n منهای یک محدودیت اشتراک داشته باشن این یک محدودیت یک خط محدودیت اشتراک داشته باشن به این میگیم نقطه گوشه مجاورش الان این نقطه به خصوص من این نقطه به خصوص من اینجا یه نقطه مجاور این داره نها کنه این محدودیت رو ادامه بدیم میشه یه نقطه مجاور این یکی رو ادامه بدیم میشه دوتا دو تا نقطه مجاور داره نقطه گوشه مجاور یکی دیگه هم اینجاست درسته؟ اما این فیزیبل نیستش نقطه نشدنیه ما توی محدودیت توی در واقع م... الگوریتم سیمپلکسی ها توی حل جواب اینا واسه ما هیچ اهمیتی نداره چون نقاط نشدنی هن. توی این محدودیت ها صدق نمی کنن. تو همه محدودیت ها واسه توی دو تا مورد داره صدق میکنه یه محدودیت اینه یکی اینه ولی روی این صدق نمیکنه. خب پس نقطه نشدنی میشه ببین اینطوری نیستش که نقاط نشدنی اصلا اهمیتی نداشته باشن و ما از این نقاط گوشه هم ب... نشدنی هم میتونیم بعدا استفاده کنیم که نمونهش رو جلوتر یه ذره بعدتر خواهیم دید ولی این دو سه تا نقطه الان نقاط گوشه‌ای شدنی هستن که مجاور هم قرار دارن خب یه مسئله وجود داره اگر جواب بهینه وجود داشته باشه من میدونم این مثلا جواب بهینه داره اگر جواب بهینه وجود داشته باشه اگر از اول چک کنیم ببینیم وجود نداره که هیچ اگر جواب بهینه وجود داشته باشه حتما روی نقطه رأسیه و اون نقطه رأسی از بقیه حتما بزرگتره اینجا ماکسیموم رو در نظر بگیریم خب پس اگر از این دوتا بزرگتر بود یعنی اینطور در نظر این. اگر این زدی که اینجا در آوردم از این دوتا بزرگتر بود مطمئنا از بقیه هم بزرگتر شک نکن این اثبات شده خب پس اگر یه یعنی نقطه ای از بقیه نقاط رأسی مجاور خودش بزرگتر بود ماکسیموم سازی باشه مثلا اون اینو در نظر مینیموم سازی نیستم ماکسیموم سازی باشه مثلا بزرگتر بود از تمام دیگر نقاط رأسی بزرگتر خواهد بود خب در نتیجه این زده بهین است با توجه به اینکه این مسائل رو الان شناختیم این چند تا مورد رو شناختیم الگوریتم سیمپلکس میاد کار خودش رو شروع میکنه میگه خیلی خوب من باید چیکار کنم اول یه نقطه رسی و واسه شروع به من بگو مثلا از صفر و صفر شروع کنیم اون نقطه رسی و شدنی باشه از این نه از این خب از این شروع کن از یه نقطه مثلا از صفر و صفر شروع کن ببین همش صفر میکنه صفر بذاری اینجا کوچکتر از 18 کوچکتر از 12 کوچکتر از 14 زده منم صفر در میاد آیا حداقل یکی از جواب‌های نقاط رأسی مجاور شدنی بیشتر جواب نقطه رأسی کنونی هست توی مسئله ماکسیمم سازی. یعنی چی؟ یعنی بیا نقاط رأسی تو نگاه کن کدوم‌ها هستن. الگوریتم سیمپلکس این می می‌کنه. یا نقاط رأسی رو نگاه میکنه. ببین زده چقدر میشه. با سه 0 و 6، x2 0، این 1 6، درست می‌گم؟ نه. x1 0، x2 6 درست میگم؟ نه x 1 0 x 2 خب زد من چند در میاد 6 5 رو سی تا خب واسه 4 و 0 زد من چند در میاد میشه 12 آیا این صفر بوده دیگه جواب این سال چیه آیا نقاط رأسی مجاورش مقدار بیشتری رو دارن بله تو اینجا بله است پس رفتن به نقطه رستی مجاور با بیشترین افزایش یعنی کدوم یکی از این دوتا بیشترین افزایش رو داره؟ برو به این بس من اینجا میرم الان به این خب. حالا نقاط رسیه این کدوم یکی قبلیه بوده که میدونیم کمتره خب. یکی این یکیه بغلیش درسته؟ مینیم گام بعدی میاد میگه آقا تکرار گاما تا رسیم به پاسخ خیر یعنی انقدر این رو تکرار کن تا اینکه به خیر برسی یعنی بیا اینجا دوباره نقاط راسی رو نگاه کن که صفر بوده هیچی؟ این میشه 26 یعنی زده بعدی من میشه 3 ضربدر 2 به اضافه 6 ضربدر 5 میشه 6 به اضافه 30 سی میشه 36 سی آیا زدی که دارم به دست میارم 36 از 30 بزرگتره بله پس برو به این نقطه نقطه سوم حالا نقاط رسی این یکی من، کدومن... بزنین با یه رنگ دیگه بنویسم نقاط رسی این یه دونه این قدیمیه بود که باش کاری ندارم کمتر بود سی بوده دیگه یه دونه هم این یکی هستش بغلیش چار و سه پس چار و سه رو هم حساب میکنم میشه چاره زبدره سه به اضافه 6 ضرب در 5 درسته میشه 12 به اضافه 15 می‌کنه 27 آیا z من بزرگتر از اینه خیر نقطه راست کنونی بهین است یعنی هم بهینه است z استاره پس درآوردم x1 مساوی 2 و x2 مساوی 6 با z برابر با 36 بهینه خب اینم استاره پس من توی یک حل یک الگوریتم تکراره یک تکرار رفتم دومین دو تکرار و به سومین تکرار رسیدم اگه خود اینو تکرار اول در نظر بگیرم خب من یه نقطه رستی رو انتخاب کردم صفر صفر میتونستم اینو انتخاب کنم اگه اینو انتخاب میکردم بین اینو این بعد یکی رو انتخاب میکردم میرفتم به این بعد بین اینو قبلیش که میره اینجا و بعد میرسیدم یعنی با همون تکرار میرسم فرق نداره در مورد انتخاب نقطه اولیه بعدا با هم صحبت خواهیم کرد خب تکرار اول تکرار دوم در واقع اینطوری هم میتونم بگم سه تا خب پس من نقطه بهینه رو به دست آوردم یه فرقی که با مسئله قبلی من داشت من اومده بودم به شما گفته بودم زده همه رو حساب کنی 5 تا زد حساب کنی درسته بعد ببینیم کدوم بزرگتره من با الگوریتم سیمپلکس رفتم فقط سه تا حساب کردم پس تعداد تکرار کمتر محاسبات کمتری داشتم تو این مسئله خیلی کوچیکه ها تو مسائل بزرگتر این خیلی تاثیر گذاره که حالا باز یکم جلوتر میبینیم پس روی کرد سیمپلکس رو با هم متوجه شدین اومدیم اینجا اول گفتیم زد صفر 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 رو انتخاب کن اینجا الگوریتم میشه نقطه انتخاب نقطه رسی اولیه که اونجا من صفر و صفر انتخاب کردم بعد اومدن گفتم آیا حداقل یکی از جوابهای نقاط رسی مجاور شدنی بیشتر از جواب نقطه رسی کنونی است من دو تا نقطه رسی داشتم اینجا یکی دوتا ببین اینجا دو بودی ها اگر سه بودی بشه بیشتر میشه اگر چهار بشه بیشتر میشه به تعداد n ان... خب من نقطه رسی دارم دیگه n بوده خب اگر به تعداد اگر به تعداد ان محدودیت داشته باشم یه نقطه رأسیه خب یعنی ان تا محدودیت از اون گذاشته باشه یعنی بر اساس ابعاد مسئله من این گسترش پیدا میکنم همینطور بزرگتر میشه اینجا که دو بودی دو تا نقطه رأسی دارم توی سه بودی شش تا فکر کنم ممکن داشته حالا به محدودیت ها من بستگی دارم و همینطور ابعادش افزایش بده من رابطش یادم نمیاد که به چه رابطه ای بود دو به توان n بودش یادم نمیاد تعداد نقاطی که افزایش پیدا میکنن یا n زب این n این بود فکر میکنم تعداد تعداد بود یا ابعاد من زب محدودیت هم. این اینو مطمئن نیستم الان یادم نمیاد باید ببینم بعدم بهتون بگم خب ولی حالا زیاد اهمیت نداره فقط میخواستم بگم که مسئله من خیلی بزرگ میشه اینجا اوکی اینو رو در نظر بگیرین حالا بعدا به اون موارد میرسیم پس من اول اومدم صفر و صفر رو گرفتم زد این صفر شد این دوازده شد این سی شد رفتم به بیشترین افزایش دوباره همسایش رو نگاه کردم دیدم افزایش پیدا میکنه میرم بعدی میبینم با همسایش افزایش پیدا نمیکنه پس استار بهین است همین این روی کرده سیمپلکسه حالا این روی کرده سیمپلکس اهمیتش توی این قضیه بود که بهتون گفتم میره فقط روی جوابهای های تمرکز میکنه خب بر اساس دو اصل جوابهای های گوشه ای خب و دومین اصل چیه؟ اینکه آقا اگر این نقطه گوشهیه از همه بزرگتر بود بهین است از همه گوشه یاش دیگه اگر بزرگتر بود بهین است لازم نیست بری برقیه رو نگاه کنی این دوتا اصل از لحاظ ریاضی اثبات شده بودن و به خاطر همین تعداد جواب رو خیلی کمتر کرد دومین نکته رو باید در نظر بگیریم الگوریتم سیمپلکس یه الگوریتم تکرار شدنه دیدیم من یه دو تا سه تا گام رو هی تکرار میکردم یعنی چی؟ یعنی یک روش سیستماتیک داشتم سیستمی داشتم میرفتم فرایندی داشتم میرفتم جلو خب که یه سری گام های ثابت رو انقدر تکرار میکنیم تا به نتیجه دلخواهیمون برسیم ما توی مدل سازی ریاضی و بهینه سازی در واقع بهینه سازی ریاضی الگوریتم های ما همشون تکرار شدنی بهش میگن ایتریتیو ایتریتیو الگوریتم خب ما ایتریت میکنیم تکرار میکنیم تو هر کدام یعنی یک سری گام ها رو ایتریت میکنیم روشون تکرار میکنیم روشون خب به اینا الگوریتم های تکرار شدنی و ما تو بین سازی ریاضی همشون الگوریتم های ما تکرار شدنی هم. چه الگوریتم تکرار نشدنی هم مثلا شما میرین یه دونه برنامه دارین دیولوب میکنین و یه الگوریتمی رو مینویسین که آقا مثلا فلان دکمه رو بیار بالا خب این یه بار انجام میشه بر اساس درخواست مثلا یوزر یک بار داره انجام میشه اما من وقتی که میگم این مسئله رو حل کن انقدر یه, سری کارا رو باید تکرار بکنه تا به جواب بهینه برسه خب این از این و اینجا من یک مسئله سه رو اومدم از ویکیپدیا گرفتم این رو خب یه شکل خیلی جالب بود گفتم که حتما ببینین و جالب من این نقطه شروع منه تو الگوریتم سیمپلکس من یه سری نقاط مجاور دارم میبینین چقدر هم تعدادش زیاده این سه بودیه بین این نقاط مجاورم دیدم این از همه بزرگتره بین اون نقاط مجاورم پس من نقاط مجاور رو حساب کردم رفتم بعدی بین این نقطه مجاور یعنی این نقاطی که حالا مجاورش بوده قبلیش که نمیره این یکی از همه بزرگتر بوده پس میره بعدی این کار رو تکرار میکنه و این مسیر رو میره انقدر تا به بهینه برسه و به استار برسه تحت این شرایط من همه این همه نقطه رو دیگه حساب نکردم فقط نقاط کناری این مورد رو که روی یک یال بودن رو حساب کردم و این تعداد محاسبات من رو خیلی آورده پایین توی بینسازی سازی ریاضی تعداد محاسبات خیلی اهمیت داره و الگوریتم ما باعث کارا بودن الگوریتممون میشه فرض کنین من یه وبسایتی رو آوردم بالا میگم آقا مثل گوگل میگم این کلمه رو سرچ کن توی فضای اینترنت اگر من این رو بزنم و سرچ رو شروع بکنم بعد از یک ساعت به من جواب میداد خب بعد از این یک ساعت به من جواب میدادش آیا گوگل گوگل میشد؟ نه زیر یک ثانیه داره گوگل به من جواب میده گوگل از چه الگوریتمایی استفاده میکنه؟ از همین جور الگوریتم ریاضی استفاده میکنه واسه سرچ انجینش میاد از هوش مصنوعی 100 صد درصد استفاده میکنه و مطابقت میده خیلی چیزا رو این الگوریتما خیلی سنگینن و خیلی تکرار توشون دارن و اگر قرار بود تو یک ساعت به من جواب پس بده گوگل دیگه گوگل نمیشد زیر یک ثانیه داره من جواب میده پس نشون میده که تعداد محاسبات چقدر اهمیت پیدا میکنه اینجا خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم این دوره رو با من تا آخرش باشیم و الگوریتم سیمپلکس رو یاد بگیریم و بتونیم کد کنیم تا از اون استفاده بکنیم الگوریتم های بیشتری رو یاد بگیریم و وارد دنیای زیبای الگوریتم بشیم